عرض سلام و ادب و احترام. دستمو بکشم این بر. سلام، مخلصیم، ارادت. امیدوارم که خوب و خوش باشید. خیلی خوشحالم با محسن، انقدر بهش عادت کردم چون تو پروژه 60-40 تو ادبیات من و محسن با هم بودیم، ادبیاتو ترکوندیم براتون. قربونتون برم. شما با ادبیات میتونی صد بزنی با این پروژه. امیدوارم که مشاورهشو با هم دیگه بله بریم ببینیم حسن چی میخواد بهمون بگه. بچه‌ها این حسن خدا وکیلی من همیشه ببین تو کار خودم مثلا کار ندارم، ولی تو موضوعی که بحث مشاوره میشه من کلا میسپارم دست حسن. ولی جایی که لازمه بچه‌ها ببینید، به خاطر اینکه معلم میدونه که داستان چیه، چی طراحی کرده، چی نوشته، چی گفته، چه جوری حرف زده، جایی که حسن داره در واقع اونجا یه نکته هایی رو میگه بهتون، من اگر لازم باشه که یه چیزی رو اونجوری اضافه کنم اضافه میکنم. خب تو برم فداچم. اولا محسن، من دو سه تا اطلاعات مشاوره‌ای بدم که دیشب آخرین ورژن اطلاعاتم آپدیت شد. خیلی جالبه بچه‌ها، همه میدونید که ادبیات ضریب چهاره، ادبیات توی عمومی ها بسیار مهمه. ما گاهن بعضی از سالها تو ادبیات اصلا گاهن غلطه هستن چون گهگاه گهگاه تو گاه کلمه فارسیه تندین ان عربی نباید بهش بچسب. ببخشید من معذرت میخوام، دست خودم نیستم. خب. بچگی اینجوری بودم. خب گهگاه حتی صد نداشتیم و رتبه یک تا هزار کل کشور تجربی، محسن رتبه یک تا هزار تجربی در کل کشور، میانگین هزار نفر اول توی ادبیات بین 60 تا 80 بوده. پس یعنی ببین بچه ها، ادبیات رو اگه تو بتونی بالای 80 بزنی، بالای 90 بزنی و حتی 100 بزنی، چقدر ترازتو بالا میبره. من فقط از همین تریبون اعلام میکنم خدا شاهده این عددی که داره میگه سخت نیست زدنش. یه مقدار تمرین میخواد. من این کارو کردم. حسن بوده با من. دیده مثلا وقتی که من میخوام یه آرایه تناقض درس بدم مثلا 40 تا تمرین ازش جلب میکنم. یعنی حالتی وجود نداره که تو به چشمت نخورده باشه. درسته. تو همه درس‌ها، تو همه درس‌های حرف آخر هم اتفاق افتاده. تو ادبیات من مشخصا میدونم کجا چه کار کردم و چقدر تمرین و ممارست گذاشتم برای اینکه اون اتفاقی که می‌خواستم بیفته. حسن من یه نکته بگم قبل از اینکه چی؟ ببینید بچه‌ها، من توی DVD هم گفتم بچه‌ها دیدن یا اینکه دارن می‌بینن یا می‌خوام ببینن. ببینید ما 4 مرحله یادگیری داریم. اولین مرحله ناآگاهی و ناشایستگی، یعنی آگاهی کافی ندارم، خب شایستگی هم طبعا نسبت به انجام کار ندارم. شایستگی منظورم اینه که مثلا حالا اون کار رو شایسته بتونم انجامش بدم. درسته. مرحله بعدی یکم آگاهی پیدا میکنم ولی هنوز شایستگی انجام کار رو ندارم. خب توی تمرین و تست دادن اتفاق میفته، یعنی من یه چیزایی میدونم ولی نمیتونم بنویسم و تست بزنم. خب. یه پله میرم جلو در تمرین بیشتر، مقدار کار بیشتر، به مرحله آگاهی و شایستگی میرسم. حسن جان اما مرحله آگاهی و شایستگی آخرین مرحله نیست. نه. و امروزه دیگه به درد نمیخوره. یعنی من یه اطلاعاتی دارم، تست هم میتونم ای بزنم اینا، ولی وقتی کنکور میگه بینه چند تا چند 60 تا 80 یه رتبه 1 تا 1000 رتبه در واقع درصد 60 تا 80 میخوام، من برای به دست آوردن درصد 80 و بالای اون اتفاقی که باید ایجاد کنم مرحله آخر چهارمه. یعنی ببین گفته بودم سومین مرحله چیه؟ آگاهی و شایستگی. چهارمی مرحله مثل راننده ای که دیگه فکر نمیکنه، الان با تو حرف میزنه بستنیش هم میخوره، تخمه هم میخوره، رانندگی هم میکنه، مسیرم اتومات میره. درست. بس اون اتفاق برای تو بیفته توی آموزش، اون مرحله ناخودآگاهی و شایستگی. یعنی به صورت ناخودآگاه تو شایستگی انجام کار رو انجام میدی، پیدا میکنی و اون تستا رو همون جوری که یعنی تا میبینیشو میدونی پسر خالمه، اینا اینه که میشناسم، این که اصلا تاخچه اتاق خودمه، میرم از اونجا بر میدارم اطلاعاتو و تو تست به کار میرم با سرعت هرچه تمامتر. بچه ها میبرسن ما نمیتونیم خوب تست بزنیم، خوب یاد میگیریم ولی خوب تست نمیزنیم. خب تمرین نمی کنی. بعد من این تا مثال تو هر مبحث آوردم، حسن میدونه. بله قربونت برم. خیلی کار درسته محسن، خیلی عزیز دلی چاکرتم. من پروژه رو اگه اجازه بدی برای بچه‌ها توضیح بدم. توضیح بده حسن جان. 60-40 یعنی 60 روز آموزش، 40 روز آزمون. 40 تا آزمون نیست، 20 تا آزمونه که نصف روز آزمون میدی و بعد 1.5 روز آزمون رو بررسی میکنه. خب حالا تو ادبیات چه اتفاقی میفته؟ شما تو 60 روز آموزش ادبیات محسن، بچه‌ها 29 قسمت ادبیات رو میبینن، تست حل میکنن، یعنی یک یادگیری کاملا فعال دارن. آقا محسن عزیز به همراهی شاگرد خوبش حسن شروع میکنه هر آرایه، هر قسمت، قرابت، آرایه، دستور زبان، املا، تاریخ ادبیات رو
بهت یاد میده و بعد شروع میکنه تست های مختلف از کنکور 98 به قبل، همه چیزهایی که ممکنه مورد سوال قرار بگیره. در ضمن یه نکته هم بگم، من عاشق اون تست های تالیفیت بودم. سلامت تست رو تالیف کرده بود سالهای پیش که دقیقاً کنکور همون سال میومد. مثلا یه تست رو انقدر دیگه من وقتی بهم تست کنکور سراسر میداد دیگه خیلی خوشحال بودم، یعنی انگار انقدر تو تست تالیفی سوالا و پارامترها و شمارشی به من میداد که دیگه پوست منو کنده بود محسن. یعنی واقعا تمرین سخت واقعا اتفاقی رو ایجاد میکنه برای تو که تست کنکور رو میبینی میگه چقدر ساده است و چقدر عالیه و چقدر من راحتم. و دوستان ما مثلا یکی از دوستان رتبه برتر آقای مرتضایی، روز اولی که اومده بود اینجا در واقع داوطلبانه برای اینکه بیاد دین خودش ادا کنه سمت بچه‌ها و بگه که من با حرف آخر چه اتفاقی برام افتاد، یادم میاد حسن جان اومد سراغ من یه بغل مشتی رو بوسید، مثلا اینجوری من بغل کردم دیگه. آقای مرتضایی اومد گفت من خیلی دوست دارم نمیدونم فلان و اینا. گفتم من کوچیکتم، حالا چرا اینقدر تو دوست داری، چرا اینقدر علاقه؟ گفت خدا رو شاهد میگیرم، گفت توی 2 دقیقه اول کنکور، 2 دقیقه اول من اومدم و 8 تست اول کنکور رو زدم. یعنی آدمی بود که در واقع رشتهش ریاضی بود، این اصلا اومده بود تجربه تغییر رشته بود، بازی شناسی ما چه کولاکی کرده بود با درسای دیگه چه اتفاقات. یعنی هر تست 15 ساعت حسن این آدم روزی 6 ساعت بیشتر وقت نداشت، نمیده زن و بچه داشت کار میکرد، رو پروژه مهندسی کار میکرد، 6 ساعت به زور برای خودش وقت درست کرده بود و اومده بود 60 40. و اتفاقی که درست پاسه ایجاده بچه ها، هر تست 15 ثانیه خیلیه توی زمان کمیه، همین موقع ها شروع کرده بود و تونست 6 ساعت دارم. دندون پزشکی رشت خواهد، چون خودش هم اهل رشت بود، اونجا هم زندگی میکرد، شاید میتونست در واقع بالاتر هم قبول بشه، ولی خودش اونجا رو انتخاب کرده که بتونه محل کارشو فضاشو همه چیشو با هم داشته باشه. آره. خب حالا محسن، یه موضوعی رو که من میخوام بگم، این 60 روز آموزشو بچه‌ها بیان با هم دیگه، میخوای با هم شروع کنیم یکی؟ بله خواهش میکنم. آره بریم. حسن جون بریم، من آماده کردم. یه جور میگه میخوای با هم بریم شروع کنیم، مثلا انگار که نمیدونه من اینا رو آماده کردم. خیلی خوب، آقا این 40 روز آزمایش هم من بهت بگم 20 آزمونه. بله. درسته، بچه‌ها میدونن هر آزمونی خب یه صبح تا ظهر وقت میخواد دیگه. 20 آزمون تو 40 روز میشه، هر آزمون 2 روز دیگه، 2 روز میشه 4 تا نصف روز دیگه. بله. یه نصف روزش آزمون میدی، 3 تا نصف روزشو وقت داری که بری تمام پاسخ نماها رو نگاه کنی. دوست. یادش بخیر روز استاد منتظری اومد و من گفت بیا ببینم، گفتم چیه؟ گفت ما میخواییم این در واقع پاسخ آزمونها رو برداریم و یه اسم خوشگل برش بذاریم که واقعا لیاقت این چیز رو داشته باشه. پاسخ نامه بگیم که مسخره میشه، چون داریم ما اینجا تک تک سوالات رو حل میکنیم، ویدئو میدیم به مردم، چی بگیم ما به این؟ خب. بعد من یه مقداری فکر کردم، از اینجایی که خب میدونی این اسکوزاری ها و اینا همه کار منه دیگه، توی آخر گفتم بذاریم پاسخ نما و چنان به وجد اومد. پاسخ نما بله. من نبودم، نه پاسخ نما اسمشو من گذاشتم. نه اگه میخوای بجذبون ازم به خودت، مشکل نداره از اینجا. خیلی خب، آقا پوشش کامله این 60 روز، یعنی تدریس کامله. کسی فکر نمیکنه که مثلا، حتی من میخوام بهت بگم که حسن جان اتفاقی که تو 60-40 افتاده، معجزه‌ای که 60-40 داره اینه که نسبت 0 تا 100 شاید 5% یا 10% مثالا حذف شده، ولی تایمش کاهش پیدا کرده. و حالا ببین چه کار کردیم دیگه، یه اتفاقات. یعنی بچه‌ها پروژه 60-40، اولا پروژه 60-40 هیچی کم نداره، هیچی که کم نداره، کلن ضبطش متفاوت نسبت به پروژه 0 تا 100 و حسن چون خودش بوده اینا، این خاطر دیگه هی میخوام بگم متفاوته فلان. تایمش بچه نصف شده ها، تقریبا تایمش نصف شده. بله، زود بتونیم اون مرحله ای که میخوایم. این آزمون اون نصف روزه است، این کمک دنده کمک اون 3 تا نصف روزه که تو هر چیز میزنی میری بالا. آره بچه ببین 20 آزمون داری، یعنی محسن اومده توی این 20 آزمون 500 تا تست برات حل کرده. چون حسن 500 تا تستش معادل 5000 تا تسته. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه شما میری مثلا یه کتاب عالی، اصلا من نمیگم کتاب بازار همه عالی، میری یه کتاب عالی میخری، ببین برای اینکه اون کتاب باید پر بشه، اتفاقی که میفته اینه که تستای پرت زیاد داره. درسته، دقت نکنید چی دارم میگم. تستی که استخونبندی کنکور باشه، یعنی که شما 20 تا کنکور قبل از کنکور خودت بدی، اون تست 500 تاش خیلی مهمه. درست. یعنی 500 تا هدفمند اومده توی دستور زبان فارسی، مثلا اون تعداد تستی که مشخص شده، یعنی 100 تا تست دستور زبان فارسی، تمام حالات ممکن رو
پوشش میده. یعنی اگر من میام نقش طبعی رو میگم، نقشه مثلا اصلی رو میگم، در مورد حظ قرینه معنوی صحبت میکنم، میام ساختمان واژه رو میگم، فلان میگم، چیزی خارج از این دیگه نیست. به خاطر اینه که اگر چند بار شما این تستا رو بزنی، بهتر از اینه که چند تا کتاب بیرون ورداری و بخونی. یعنی چون همه حالات ممکنه که اتفاق بیفته. من نمیگم تستا رو نزن، برو بزن از هر جا. بعد از اینکه بی سازمون رو دیدی، برو از هر جا دلت میخواد تست بزن. یعنی این قدرت رو پیدا میکنی که هر تستی بزنی. خب ببین الان میریم سراغ قسمت بعدی. خب آره، ببین یه موضوعی که بچه این وسط وجود داره، ما توی عمومی هامون خصوصا درس ادبیات پروژه A و B رو نداریم. یعنی توی عمومی درس ادبیات به طور 0 تا 100 ارزم به حضورتون تو همون پروژه اول که پروژه A دروس اختصاصی هست شما قرار داده میشه و شما شروع میکنید به خوندن و شروع میکنید به کار کردن، 0 تا 100 ادبیات رو یاد میگیرید. حسن میخوای یه دلیلی رو برای این مسئله که باعث شده که من تو درس خودم این A و B رو انجام ندم چیه؟ ببین اولا ما این کارو کردی با، یعنی الان که میرسیم ما میبینید که بچه 75% مطلب رو توی اون در واقع قسمت اول گذاشتیم. ولی آزمون های ما مثلا توی قسمت لغت و املا، ما 6 تا تست تو لغت و املا داریم، 3 تا تست لغت، 3 تا تست املا. درسته؟ من اومدم توی این تستا تمام لغات رو آوردم. اگر من میخواستم لغت و املا رو حذف کنم بذارم توی قسمت بی، خب تو قسمت بی بذارم، اتفاقی که میافتاد تو آزمون های اولیه، یعنی تو 10 تا آزمون نمیتونستم لغت ها رو کامل به بچه ها بگم. یعنی مجبور میشدم همه رو بچپونم تو اون 10 آزمون آخر. در صورتی که من 400-500 تا لغت خیلی حرفه‌ای و دام و در واقع دامدار میگیم، نه اون دامدارا، یعنی که دام تستی دارن رو توی این پخش کردم تو 20 آزمون. مجبور بودم تستای تاریخ ادبیات رو مجبور بودم پخش کنم. یعنی شما تاریخ ادبیات فقط بی سازمون رو بزنی اصلا احتیاجی نیستش که دیگه، هیچ کاری دیگه هیچ اصلا هیچی احتیاج نداری. نداره. اینه که یک کاری کردیم ما به این دلایل که مجبور بودیم، چون زمان تایممون هم کمه دیگه نسبت درس اختصاصی، تو اون تایم کم باید این کار انجام میدادیم، نمیتونستیم A و B رو اون شکلی انجام میدیم. ولی شما تو تایم کم توی سری اول همه اینا رو تموم میکنید دیگه. بعد توی سری دوم که حسن حالا بعدا براتون توضیح خواهد داد، میره دوره و تست میزنه. حسن جان من یه نکته ای فقط میخوام در مورد ادبیات بگم. ادبیات مشکلاتی که وجود داره توش ترتیب مطالعه است. یعنی بچه ها مشکل ترتیب مطالعه دارن به خاطر اینکه بعضی چیزها پیش نیاز بعضی چیزهای دیگه است. ما 5 تا مبحث داریم موضوعی برخورد میکنیم تو ادبیات دیگه. موضوع اول ما مثلا فرض بفرمایید که توی اینجا آرایه های ادبی هستش، دلیل داریم. آرایه های ادبی رو باید ببینید قبل از اینکه استرس معنی کردن شعر داشته باشی. اینجا حدود 1000 تا بیت دارید معنی میشه. یعنی یه آمادگی ذهنی و پیش زمینه پیدا میکنی. در این حال آرایه ها رو میشناسی. آرایه ها در واقع پیچ و خم های شعر فارسی هستن. یعنی که تو یه وقتی هستش که هی مثلا میبینی میگی کنایه، تناقض، یه سری مفاهیمی هستش که در واقع اینا کمک میکنن که من بیتو مفهومشو، نه معنی تحصیل لفظیشو، مفهومشو بکشم بیرون. پس نیاز دارم برای قرابت که 9 تا سوال حرفه‌ای داره من آرایه رو بلد باشم. بلد باشم. در این حال خودش هم 4 تا سوال در واقع سرنوشت ساز داره. چرا پیش نیازه دقیقاً رعایت چرا سرنوشت ساز هستن جان؟ چون آرایه و دستور زبان رو بچه‌ها نمیزنن. باری کلا کسی که میزنه مثل اینکه اون دکمه توربو رو میزنه اینجوری میره بالا. حالا من به یه نکته رسیدم. خب. شاید بچه‌ها بعضی از دانش آموزا شم قرابتشون خوب باشه. بله. بعضی‌ها تاریخ ادبیات رو بشنن حفظ کنن، لغت رو یاد بگیرن، املا رو به هر ترتیبی به یک بخشی برسن، ولی آرایه و دستور زبان رو باید یاد بگیرم. باید یاد بگیرم. آره. البته ما اینجا حتی اون چیزایی که لازمه حفظ کنید و یه جوری زنجیروار به تو یاد بدیم. یعنی واقعا آره. ببینید مسئله فراموشی رو ما با روشایی که حالا خواهیم گفت حلش کردیم بچه‌ها. سوالات در واقع حجم بالا و زمان کم رو هم با روشایی که داریم میگیم حلش کردیم. میخوام برم سراغ راهکارهایی که این مشکلات رو گفتم. آقا الگوی برخورد با سوال، الگو داری تو میدونی مثلا تو تست ترتیب توالی آرایه ها باید بری سراغ کی، از کجا شروع کنی، اصلا چه بیتایی رو دست نزنی. آره. ببین ما یه جایی داشتیم یه بیتی داشتیم حساس تنه حسن، میگفتیم آقا بیت سوال رو اول نخون. نمیگیم جین در واقع جانگولر بازی من در نمیارم یا شامورتی بازی بگم اصلا نخون برو بزن، نه باید بخونی ولی به موقعش باید بخونی. درست. یه بار اول بیتو نمیخونی، اول میری حساس تنه حسن و آرایه ها رو
که لازم داری رو حسن بسته شده اونو ورمی داری میری تو به چک میکنی و تو روش داری، الگو داری برای حل این سوال. حالا ببین ارتباط تحلیل و کدبندی یعنی که شما یه وقتایی هستش که مثلا فرض بفرمایید میخواید به یه آرایه مثل اوست تحلیل رو یاد بگیرید، یا مثلا فرض بفرمایید که تو درس دستور زبان فارسی میخواید برید یه مثلا نقش طبعی رو پیدا کنید. خب یه روش بجین که حفظ کنی، یه روش تحلیلی بهت دادم، یعنی تو میفهمی این اینجوریه پس اینجوریه پس اینجوریه، خیلی ساده یه بار یاد میگیری، همون الگو است. در این حال کدبندی میکنیم حسن جان. کدبندی چیه؟ مثلا تو تاریخ ادبیات، مثلا تو لغت، کدبندی ها مثلا میتونن با انیمیشن باشن، کدبندی ها میتونن با روش های دیگه باشن، داستان باشن، یا یه الگو ارائه بشه به صورت کدبندی. مثلا فرض بفرمایید اینجا نتیجه برعکس رو دارید میبینید، حتی شکل این نتیجه برعکس برای که تو یاد بگیری هیچ درمان نیست چون درد قبوله؟ دقت بفرمایید، مثلا من اینجا میگم که سه تا بیت تناقض داره، یه دونش نداره. دقت کرده اینجوریه. یا الگوی حساس تن حسن و بچه‌ها دیگه، حالا اونایی که با ما کار کردن صفر تا صد میدونن، اونایی که کار نکردن اینجا کامل یاد میگیرن. بله حسن خودش میدونه چون تنش هم حساسه. خب الگو سازی نقشه راه، الگو سازی نقشه راه، نقشه راه به تو رفع گسستگی میده، یعنی بهت یاد میده اول مفاهیم چیا میتونن باشن. درست. بعد میره ریز میشه توش و تستای زیاد حل میکنه. یه سری مفاهیمی هم که اینجا نیومده تو تستا اومده و تمام مفاهیم ما حسن دیدی دیگه. بله. حسن خسته میشد پشت صحنه و هم گفت خب بس بابا ول کن. چقدر تسلی یعنی کنید؟ یعنی بچه ها سر جلسه کنکور، بچه ها برای هر تست نقشه راه دارید شما ها. آره. اصلا گیج و گون نیستی، خیلی راحت میتونید. اصلا تو بعضی درس ها مثل لغت اومدین کلن انیمیشن توی بحث املا، مثلا فرض بفرمایید که اومدیم یه لغت اعتزاز رو خیلی شل گذاشتیم تو داستان آقای پهلوان زیگلری و لغت اعتراض رو برای اینکه بچه‌ها بفهمن از حجمیت تای حلقه تو داستان حاج ابوالمقراض گذاشتیم. بله. و ارتباط تصویریه، تو هیچ وقت یادت نمیره این کاراکتر مثلا مال داستان حاج ابوالمقراض بوده، پس میفهمی امکان نداره این هی دو چش باشه، این حجمی فقط تلفظ میکنه. درست. و کارخونه‌اش فقط اونو میده بیرون. در نتیجه خب سرعت تو ماندگاریت میره بالا. چه جوری ماندگاری؟ ماندگاری این داستانی که شما نمیدونم مثلا تو بچگیتون چه میدونم مینیون کارتون فلان 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 دیدی، هیچ وقت یادت نمیاد داستان چی بوده. باب سنجی من هنوز خیلی چیزاشو بلدم، مثلا آقای خرچنگ و همبرگر خرچنگی فلان و اینا، منم بلدم. ببین کار ندارم، داستان باعث ماندگاری میشه. در این حال سرعت چه جوریه؟ تو نمیری فکر کنی توی یک در واقع مجموعه بسیار بزرگ بگردی دنبال هجیمی و هید و چش، میدونی این داستان رو کی تلفظ کرده. تست داشتیم فقط با کلمه احتراز احتراز چی احتزاز حل میشده. فقط احتزاز اگر بلد بودی میدونستی آقا پهلوان زیگلری گفته احتزاز. خب بعد بچه ها برای لغت هم که دیگه ما همه چیز در واقع کار انجام دادیم و توی کتابکارتون هم براتون لغتایی که تو کتاب هست آوردیم. در درس ادبی هست من فکر میکنم منبعی کامل تر از منابع استاد منتظری باشه، چون که هم تدریسشون خیلی شیرین و جذابه و خیلی مفهومیه و همچنین اینکه مثال های زیادی از هر مبحث حل میکنن، مثال های مستقیم از کنکور سراسری. یه نکته خیلی جالبش این بودش که به خصوص نزدیک های کنکور من اینو در حکم استراحت بین درسی خودم میدیدم. اومده بودن کاری کرده بودن که واقعا کسی باورش نمیشد، تو ادبیات انیمیشن سازی کرده بودن، کلماتو با انیمیشن به ما یاد دادن. آقای منتظری شیرین کننده درس ادبیات واقعا، یعنی یه طوری بود که من وقتی خسته میشدم، حالا شب بود دیگه، شروع میکردم ادبیات میدم و یه انرژی خیلی خیلی زیاده میگیرم از تدریسش. از این که خب تونستن تستای طراحی کنن که بتونه مشابه در واقع استاندارد کنکور باشه، ازشون واقعا متشکرم. بعد از این بود که من با پکیج آقای منتظری آشنا شدم، واقعا یه انقلاب بزرگی تو درس ادبیات من ایجاد شد. فکر می‌کنم دیگه موردی باشه که ما نتونیم توی آزمون ازش پاس بگیریم. یعنی هر موقع که خسته می‌شدم، اینقدر که استادان این مجموعه پر انرژی بودن، من اینو به عنوان زنگ تفریح خودم در نظر گرفتم و خیلی لذت بردم. آقا محسن واقعا یک معلم دوست داشتنی، مخصوصا اون دیدی لغت و املا که واقعا خیلی ما کمک کرد، مخصوصا این انیمیشن هایی که برای لغات درست کردن و داستان پردازی ها برای قرائت خیلی کمک به من کردن. یه درسی مثل زبان فارسی واقعا برای من راحت کرد، اصلا قرائت معنیشون استفاده کردن میگم واقعا کارشون درست بود، خستم نباشه عالی بود. قرائت معنای آرایه های ادبی دستور زبان فارسی همشون واقعا عالی تدریس شدن، بسیار پر انرژی، نکته سنج و ظریف بین هستن در بحث تحلیل ابیات و
عبارات. مهمترین ویژگی تدریسشون رمزگذاری درس ها بود که باعث شد بهتر تو ذهن دانش آموز بمونه. واقعا من با درس ادبیات خیلی پیشرفت زیادی داشتم. با هیجان درس میدن که احساس خستگی اصلا نمیکنه. حستون رو بخواید بگید کنید منتظر توی جمله چی میخوانید که بازی شکست پر انرژی. یه نکات کلی هستش حسن جان، فقط من تون تون اینا رو بگم بعد دیگه برسیم به اونجایی که بده قسمت برنامه‌شو من می‌خوام توضیح بدم. آره ببین حسن جان، برنامه‌شو که شما باید توضیح بدید، مثلا بلد نیستم اون توضیحا رو بدم. خب ولی نکته‌ای که در مورد یادگیریه، اونم من بیشتر از حسن و آقای محمد کرمانی ها در واقع اینا رو استاد من شاگرد شما کوچیکشون سلامت باشه. ببین اولی که می‌خوای درس رو تو هر درسی ولی تو ادبیات مشخصا اولا توضیحاتو دقیق گوش میدی، اون کتابکار جلوته، میای چیکار میکنی؟ من اون کتابکار رو آوردم، هر چی که اونجا بیت گذاشتم، نمیدونم فلان گذاشتم، مطلب گذاشتم، هست. درست. هست، ولی یه چیزایی رو دارم میگم مشخصا با حسن. یه دفعه حسن یه سوالی میکنه مثلا، من اونجا اون رو توضیح میدم، تو اونجا اون گوشه تکمیل نویسی میکنی، یادگیریت فعال باشه، دست به قلم میشه حسن دوهایی. این دیگه احتیاج نداره نوت برداری کامل کنه، نوتا انجام شده ولی تکمیل نویسی. خب تکمیل نویسی به چه دردی میخوره؟ فردا میخواد بره دوره کنه دیگه، هر چی که من گفتم و هر چی که تو اسلاید هست که هست اون تو دیگه، احتیاج نمی بره دیویدی نگاه کنه که. درسته. دورات خیلی سریع انجام میشه. درسته. خیلی خب بعد موقعی که ببین درسو دادی، نگاه کن، من درس نامه رو که تموم کردم، به محض اینکه درس رو با حسن مثلا اومدیم دادیم و اینا، اولین تست هم نگاه میکنی، سر دومی تست پاز میزنی. آره پاز میزنی و در واقع خودت حل میکنی. 10 دقیقه، 1 رو 20 دقیقه مهم نیست، میجنگی با سوال هر جوری که ممکنه. مثلا تو تست قرائت معنایی من میخوام بهت بگم که ببین، مثلا اتفاقی که میفته اینه که من بارها اونجا گفتم کلمات در آمیخته رو مرتب کنید، به همین سادگی دوم ابتدایی. شما این کارو که میتونی بکنی، ابیت نترس، برو یه بیتو در نظر بگی، روزگاری است که صدا زده روی تو هم، مثلا میگی روزگاری است که من صدا زده روی تو هستم، فقط اینجا کلمه صدا زده رو بلد نیستی، مراجعه میکنی به لغات، میبینی صدا زده عاشق، روزگاری است که من عاشق روی تو هستم، مفهومش معلومه. درسته خیلی ساده، فقط کلمات در همدیگه رو مرتب میکنی. درسته. حالا میایم چیکار میکنیم؟ خودمون حلش میکنیم اون سوالا، خودمون اون سوالا حل میکنیم، مخصوصا مثلا تو قرائت معنایی اتفاق میفته، حلش میکنیم، یه چیزی مینویسیم مفهوم جلوش، اینم مینویسیم، اونم مینویسیم، سه تاش مثلا یکیش نیست، به نتیجه میرسیم. اگر نرسیدیم میایم نگاه میکنیم، حتی در هر سوال باید نگاه کنیم، حل میکنیم، مقایسه میکنیم با حلی که من و حسن اونجا انجام دادیم. اون اتفاقی که میبینی افتاده توی حل ما ولی تو نه انجام ندادیش، اونو یاد میگیری. درسته. یعنی بریز 10 تا 20 تا سوال اینجوری حل کنی، خودت حرفه‌ای میشی دیگه، اصلا واقعا همه سوالا رو سریع حل میکنی. و بچه‌هایی که میگن ما میتونیم حل کنیم ولی زمانمون زیاده، روش در واقع کار این هستش. درست. پاس بزنن خودشون حل کنن، اون فرایند یادگیری رو براشون برای خودشون انجام بدن. حسن یه مطلبی هستش که حالا شما خیلی حرفه‌ای تری توی این موضوع، ولی من میخوام بگم دوره و پرسش از خود از جلسه قبل، یعنی هر موقعی که میخوای بری جلسه بعدی رو شروع کنی از جلسه قبل، آره بکنید. این خیلی مهمه، یه پرسش از خود میزنی داداش، بعد میری جلسه بعدش. آره اونجایی هم که بلد نبودی علامت گذاری میکنی، یعنی یاد میگیری ولی علامت میذاری که من توی میلنگیدم، خب ممکنه فردا بلنگم. تو شروع جلسه بعدی، یعنی جلسه مثلا سوم، میای همه اون چی که لنگشه داره تا 4 بار که این اتفاق صورت بگیره، مثلا تو لغت ها که بچه ها واقعا میلنگن، لغت های سخته، تا 4 بار که این اتفاق بیفته دیگه، این تجربه ثابت کرده که دیگه اتفاق نمیفته، بلکه ذهن میشه. از اونایی که در واقع ساده ترن بهتر یادش میگیری لغت رو. خیلی خوب، اصلا دیگه من توضیح اینجا ندارم. بعد تستای تکمیلی هم که توی دوره حسن بهتون چیزاشو میده. ببخشید من هی میگم حسن، من عذرخواهی میکنم، چون رفیق من استاد علی ارزانش، استاد بهتون مطالبی رو که باید تو دوره و تست چیز باشه میگه. خیلی خوب، میخوام برم فقط سری در مورد آرایه‌های ادبی صحبت کنم. حسن جان، آرایه‌های ادبی طبق کنکور جدید دیگه یاد گرفتیم، قبلا 3 تا سوال داشتیم، حالا 4 تا سوال داریم، از 8 تا 11 کنکور آرایه ادبی هست، 16% کنکوره و بچه‌ها میدونن تست مرده است دیگه، 16% که نمیزنن، چون نمیزنن، ولی اینقدر قاعده منده توی در واقع بحث آموزشی ما که میزنید، واقعا میزنید، و
حسن نه استدام کن. ببین الگو داره، الگوی هات هات تا جد اتم که البته ما الگوی حساس تن حسن رو فقط گستردهش رو به شما گفتیم، حساس تن حسن که به راحتی بتونید یاد بگیرید. با حساس تن حسن میتونید تمام تست آرایه ها رو، چهار نوع تست آرایه داریم با یک نوع هم تست تک آرایه که اون الگو نمیخواد، چهار نوع تست آرایه داریم همش با حساس تن حسن زدیم دیگه. بله. توی دیویدی توی قسمت آخر همه تست رو با حساس تن حسن زدیم. خیلی خوب بچه ها، ببینید تست ترکیبی نگاه کنید، ببینید همه تست ترکیبی با یه الگو حل میشه. یعنی یه دونه الگو دارم حساس تن حسن تشییع جناسب یا تشییع مسج، خب دقت بکنید این باعث میشه که تمام تست ها رو بتونید حل کنید، همه تست ها با یه الگو. و الگوی ما اینجوریه که به ما نشون میده که ما این تست رو اول شروع کنیم با روش حساس تن حسن میایم بالا. اگر رد گزینه داره بهمون کمک میکنه، تو اونجا توضیح کامل میدم رد گزینه بهمون داره کمک میکنه با رد گزینه، ولی یه جایی میبینی طرح اومده یه کاری کرده رد گزینه جواب نده، ما با الگوی تیک، یعنی یه الگوی بین تیک و رد گزینه، یعنی هر جایی که سوال به من میگه که من با رد گزینه برم جلو یا با تیک برم جلو، چون 200 تاشو حل کردیم بچا دیگه راحت یاد میگیرن که چجوری حلش کنن. خیلی خوب، سرعت بالا تو همین روش ها، قدرت تو تشخیص بالا. بله دقیقاً، به خاطر اینکه تشخیص برای چیه؟ به خاطر اینکه من مثلا دارم بهت میگم که آقا آرایه حسن تحلیل چجوری یاد بگیر، میگم واسطه چیزو چک کن، دلیل حسنی تخیلی، سرعت در این حال اینکه دلیلی که میاری باید زیبا باشه، حسنی باشه، تخیلی هم باشه، باشه. درست دانی که زمیوه ها چرا سیب نکوست، نیمی رخ عاشق است و نیمی رخ دوست. میگه دلیلی که آورده دلیل تخیلیه، میگه سیب به این دلیل خوبه که نصف سرخ رو مثل معشوق، نصف زرد رو مثل عاشق، دلیل چرت و پرت تخیلی اصلا وجود نداره، من با این میتونم سریع تشخیص بدم و اینقدر هم حل کردیم به مرحله ناخودآگاهی و شایستگی بچه‌ها میرسن توی تو تمام آرایه و تو تمام جای ادبیات مرحله ناخودآگاهی گاهی و شایستگی میرسن و تستای ترکیبی رو بچه‌ها میدونن از کجا باید وارد تست بشه، از کجا خارج بشه. مثلا تست ترکیب توالی آرایه ها رو بچه‌ها میدونن، حتی باید برن سراغ اساس تن حسن اون آرایه رو بیان، فقط ایناشو که در واقع داره بررسی کنن، بعد اگر تایید شد تایید، اگر نشد رد گزینه، و میتونن با رد گزینه خیلی ساده سوالو حل کنن. خیلی خوب، بسیار کمک میکنه به قرائت به بچه‌ها گفتم. چرا؟ چون پیچ و خمای شعر فارسی رو داره به ما میگه و کمک میکنه به خودش تو 40 ثانیه به صورت میانگین، چون حجم سوالات آرایه ها از همه سوالات بیشتره و درجه سختیش هم از همه سوالات ادبیات بیشتره، در نتیجه شما به راحتی با 40 ثانیه میتونید پوشش کامل داشته باشید. کنکور به شما 42 و 3 دهم ثانیه وقت میده. حدودا آره 43 ثانیه، حدودا 43 ثانیه بهتون چیز میگه. سخت ترین تستا رو ما زیر 40 ثانیه حل میکنیم، درسته؟ میانگین ها بعضی تست آرایه ها تو 10 ثانیه حل میشن. میدونی چرا من دارم اینقدر دقت میکنم اون محو تماشا شدم، یاد روزای ضبطمون چقدر اذیت کردم، منو الانم کن قربونت برم. از اینجا برنامه رو بخونم. ببین بچه، این برنامه سازی درس ادبیاته. خب قسمت اول چیه؟ آرایه های ادبیه. آرایه های ادبیه. جلسه اول مثلا حسامیزی اصول معادله تضاد و تناقض رو من به عنوان یک شاگرد میام کنار آقا محسن، من کوچیکتم، آموزش میدیم. مخلصی. فدای شما. ببین بچه، این قسمت توی 77 دقیقه فیلم آموزشیتونه، یعنی 77 دقیقه توضیحات آموز. خدایش 4 تا آرایه با اون همه مثال تو 77 دقیقه. بله 77 دقیقه به طور کامل. بعد اینجا ما اومدیم گفتیم تو میخوای یه جایی رو پاوز کنی، یه جایی رو مکس کنی، یه جایی رو تست خودت حل کنی، به هر دلیلی میخوای وقت بذاری. 90 دقیقه در نظر گرفتیم. 90 دقیقه بچه، یعنی اگر من اشتباه نکنم میشه 12 دقیقه اضافه، ما به اون 77 اضافه کردیم، شده 90 دقیقه. بله. و بعد اینجا شماره اسلاید هم برات دیگه نوشتیم که بدونید از چه اسلایدی تا چه اسلایدی شروع میشه. فقط یه چیزی رو بهت بگم، روزای اول به خاطر اینکه گفتم شما حتی 10 دقیقه هم روی تست حل وقت بذاری و بری جلو، ممکنه اعدادات یه دفعه زیاد بشه. درسته. روزای اول به خاطر اینکه ذهن تو داره یاد میگیره که خودش حل کنه، ذهن تو داره از وابستگی در میاد بیرون، در میاد بیرون. اشکال نداره اگر دیدی 4 روزت مثلا شد 5 روز یا 6 روز، نترس، بعدا سرعتت بالاتر میره و اینو جبران میکنه. این چیز میانگینیه که ما گفتیم. درسته. اینجا خیلی خوب. آره، این نکته ایه که خب یکی موضوعات بچه‌ها گفته شده، مثلا تشبیه استعاره 93 دقیقه، چون تشبیه استعاره بسیار محسن زیاد سوال حل کرد که من دیگه شیرفهم شدم.
ولی یه سری سوال برای کتابکار گذاشتم، یه سری چیزا هستش که باید بچه‌ها برن نگاه کنه. آره. مثلا استعاره ها رو من دیگه اومدم تمام استعاره های موجود در جهان رو توی 6 تا اسلاید گذاشتم. خب برای اینکه اونا رو بری نگاه کنی به جای 93 دقیقه باید 130 دقیقه وقت بذاری دیگه. علاقه این چیزا هستش. قبوله. بس. مثلا تو ایهام ببین 89 دقیقه 90 دقیقه 150 دقیقه کن. چون به بچه‌ها گفتم باید بری اون 90 تا کلمه رو نگاه کنی. یعنی اینجا من دروغ بهتون نگفتم، وقت بهتون دادم. یعنی این عددی که می‌بینی 150 دقیقه به جای 89 دقیقه، تدریس من تو 89 دقیقه این تا مثال داره. درست. اصلا شما نگران اون نباش. ولی برای اینکه بری تمام اون کلمات دو معنایی رو قبلش یاد بگیری و اونجا گفتم پیش نیاز، به تو 30 دقیقه وقت دادم بری کلمات دو معنایی رو مثلا بری یاد بگیری. ببین بچه‌ها، همه اینا هر کدوم یه روانشناسی داشت. ببین اینجا مثلا یه دفعه شده 150 دقیقه. آره. پس به این برنامه‌ریزی و برنامه‌سازی خیلی دقت کن. ببین صفحه برنامه بریم بعدی. آره. اصلا ببین اینجا دیگه بچه‌ها به اتمام آرایه‌ها که میرسیم، قسمت آرایه‌های ادبی، اینجا دیگه استاد اومده تیپ بندی سوالات و کنکور آرایه‌های یک بیت، ترتیب و توالی. این یک، این دو، این سه، این چهار تا حالت ممکن تو کنکوره بررسی شده به طور کامل. بله. که برای اینها هم دوباره تایم در نظر گرفته، شماره اسلاید در نظر گرفته شده، تایم تدریس، تایم تعلیم براتون در نظر گرفته شده که به طور کامل پرونده آرایه‌های ادبی رو به طور مثلا حسن نگاه کن جا. عزیز من ببین جا. مثلا آرایه‌های یک بیت و ترتیب توالی 70 دقیقه مثلا زمان میبره، من 30 دقیقه فقط تو تست به تو وقت دادم که تحلیل که کنی. تحلیل کنی، حلش کنی. حالا بعد این تعزینام توی 20 آزمون حل شده. یعنی واقعا ببین یه سوال ترتیب توالی آرایه ها رو شما تو 5 دقیقه روش حل کردنش یاد میگیری. آرایه هات هم که بلدی. یه دونه سوال 100 درصد کنکور همیشه از این و از این، همیشه بدون از 4 تا سوال آرایه یه دونش اینه، یه دونش اینه. اینه. آره. یه دونش هم بین این و اینه. یه دونش هم ممکنه در واقع تکرار باشه یا از سوالاتی که مثلا ترکیبی نیستن بدن، یعنی بگن درست. تعداد تشبیه چند تاست که از اونا هم توی دیویدی مثالای زیادی حل کردم. خیلی خوب حسن جان، در پایان آرایه ها هم تو کتابکار براشون یه چیز حدود 120 تا تست برگزیده مربوط به آرایه های تک بیت گذاشتم که میتونم برن آرایه های تک بیت هم اونجا یاد بگیرم و حرفه‌ای بشن. خب میریم سراغ قسمت بعدی، قرابت معنایی که 9 تست میاد بچه‌ها، 36 درصد کنکور، یکی از وزنه‌های حجم درصدی شماست. از سوال 17 چه کار قشنگی، هر سال سوال 17 تا 25 کنکور. آره. خیلی جالبه. خیلی کار جالبیه. یعنی سر جلسه کنکور شماره سوال 17 تا 25 دیگه میدونی قرابت معنی. بچه‌ها نفس می‌کشن تو قرابت معنی. آره. من یه چیزی بگم، در مورد قرابت معنی بچه‌ها میان به من میگن که آقا قرابت معنی رو ما اول شروع کنیم، 9 تا تست داره خیلی مهمه. خب لامصب تو خونه رو می‌خوای بسازی، باید اول روی پی و فونداسیون این اتفاق بیفته دیگه. پس شما نمیتونی قرابت معنی هم اول شروع کنی. اگرچه من سعی کردم تو تک تک سوالاتی که میگم لغتی رو که لازمه اونجا توضیح بدم یا آرایه‌ای که داره رو بگم. من دیدی که خیلی جاها میگفتم بچه‌ها این اسطوره مدل هم داره مثلا. بله. توی قرابت معنی این، ولی بله. دارم آرایه‌اش رو میگم. خب ولی بهتر آرایه ها رو بخونیم قبلش تا ما خیلی چیزا بدونیم. اول ذهنمون با شعر آشنا بشه، با معنی کردن نوع مثلا کاری که ما انجام میدیم آشنا بشه. بعد وارد قرابت معنی که میشیم ما، بعد اینکه آرایه ها رو خوب یاد گرفتیم، خب لغت رو هم که برنامه بهشون میدی دیگه بچه‌ها روزی. بله. در واقع امتحان خواستم بهشون بگم. بله. روزی دو تا درس رو شروع، روزی دو تا درس لغت می‌خونن. خب لغت هم یاد میگیرن، ولی لغتایی که لازم بوده من همه رو تو پکیج اصلا دیده دیگه معنی کردم. یه جایی هم حسن گیر داده آقا یعنی چی. خب و من اونجا اونها رو گفتم. بعد میایم حتی خوندن شعر رو از اول باهات کار می‌کنیم. خوندن شعر رو یاد میگیری، الگوهای حل رو از جمله همین الگوی کلمات در هم ریخته رو مرتب کنیم که الگو مفهوم یابی بهش میگیم و الگوی تناظر یک به یک رو هم یاد میگیری. بعد میفرستمت بری داخل تست و تو تست تمام مفهوم ها رو توضیح میدیم. مثلا زمانی که داریم میگیم آینه، توی بیت آینه میاد، میگیم یه جا آینه دله، یه جا آینه ظاهریه. یعنی یه جایی که میگه آینه ات رو پاک کن از گرد و غبار، منظور دله. درست. یه جایی که میگه اگر رفتی جلو آینه خود چکن، آینه شکستن خطاست، اون آینه بیرونیه. بیرونی. هر چی که لازمه. مرگ یک، مرگ دو، میگیم آقا مرگ یک موتو قبلا تمو، تو مرگ دو اونو که پخپخ میکنی میری بالا. قبول. همه اینا رو توضیح میدیم کامل دونه دونه. خیلی خب، دسته‌بندی مفاهیم که عرض کردیم اینجا. بله. که توی 5 دسته ما مفاهیم رو در واقع داریم که حالا اگر 5 دسته رو من بخوام نام ببرم، خداوندگار هستش بچا میدونن، بعدش عشق هستش، بعدش اخلاق، بیان واقعیت‌ها و حماسه. درست. که این مفهوم‌ها رو بچه‌ها میتونن به صورت زنجیره‌ای تو داستان‌هاش ببینن و یاد بگیرن. خب
خوندن و مفهوم یابی که گفتیم، روش‌ها رو بهتون یاد میدیم، الگوی حل تست رو بهتون یاد میدیم. مثلا اینجا الگوی تناظر یک به یک به عنوان نمونه من آوردم. اینجا سرعت دسترسی تو به اطلاعات بالا میره به خاطر اینکه مفهوم‌ها رو توی نقشه را دیدی. بعد سوالای حجم رو بهت یاد میدیم که چجوری حلش کنی، با اون روش تیک بود یا رد گزینه میشد چجوری حلش می‌کنی، و ماندگاری تو به همه این دلایلی که قبلا هم گفتیم بالا میره. کمک میکنه به آرایه ها. خیلی جالبه. تو خودت تو قرابت هم یه بار گفتی اصلا آرایه ها رو من میدم تو خیلی از بیتا آره. شروع میکردی بررسی کردم. الان غیر از اون که کمک میکنه به آرایه ها، چون شما دیگه تو قرابت که تموم میکنی قرابتو، یعنی دیگه مشکل خوندن شعر نخواهی داشت. درسته. و وقتی که میری سر جلسه کنکور اونجا میگی خدا پدرت رو بیامرزه، مثلا بیتو میبینم رو هوا میزنم. خب چون این تکمیل میکنه، هی آرایه ها رو تکرار میکنه برای ما. خیلی خوب بچه ها، 40 ثانیه هم اینجا پوشش کامله، برای اینکه 5 تا بیتو شما باید توی سوال به صورت میانگین بخونید. خب 5 تا بیتو باید بخونی، اصلا خوندنش خودش طول میکشه دیگه. ولی قول بهت میدم که تمام سوالا رو اگر در واقع با ما اینجور کار کنی زیر 40 ثانیه بزنی. واقعا زیر 40 ثانیه. آره واقعا. حسن جان اینجا حتی روش های خوندن و اینا یادت دیگه، اینجا ها رو که داشتی درس میدادیم و دیدی دیگه. اینجا مثلا ببین میگفتیم که آقا القراءت و فی القراءه چه اتفاقی باید توی این بیفته، کسر ساکن توقف، حس درست خوندن، مفهومو چک کن. اینجا ما ویرگول رو جابجا میکردیم، همین کارا رو تمرین کردیم. بعد این تا سوال بوده که حسن غلط میخونه من درستش رو انجام میدم، داستان داره. موقع ضبطش 2 ساعت میخندیدیم، کار نداره. خب از اینجا برنامه ببین بچه‌ها، حالا برنامه دیگه. دیگه آره دیگه، من فقط یه موردشو بگم. مثلا شما توی قرائت معنی یه جلسه صفر داری که اولش پیش نیازهایی گفته میشه که در مورد همون شعر خوندن من خندم گرفته، موضوع خداوند، یعنی هر چی قرائت در مورد خداوند متعال هست توی این قسمت اومده. کل تدریس فیلمش 142 دقیقه است. ما اینجا گفتیم که نزدیک به 38 دقیقه هم تو خودت وقت بذاری، پاس کنی، یاد بگیری، حل کنی، و 160 دقیقه میشه. اینجا هم شماره اسلاید هست. کل قرائت رو به همین صورت خونه به خونه ما شروع کردیم، برای شماها برنامه‌ریزی کردیم. فقط یه نکته ای که هستش بچه، ما توی قرائت به خاطر که زنجیر مفهوم پاره نشه، یه جلسه عملا اندازه 2 جلسه است. یعنی اون روز حسن اومده مثلا درس عمومی رو که اگر می‌خواست 2 تا باکس عمومی بذاره، یه دونه باکس روش ادبیات، برای اینکه شما دیگه خیلی راحت بتونی با خیال راحت بیای جلسه صفر خداوند رو ببندی. قشنگی رو گفتی. آره ببین، چون بچه اینا به هم ربط داره، خیلی مهمه. اینو کی میگه؟ اینو یه دانش آموزی میگه که آقا محسن بهش یاد داد. یعنی واقعا بی‌طرف میگم، برای همین مثلا برای موضوع عشق گفتیم 188 دقیقه فیلمه، تو 200 دقیقه یعنی نزدیک به 3 ساعت و 20 دقیقه وقت بذار، ولی کل موضوع عشق رو یاد میگیری. قطعا این 4 تا تست یا 5 تا تست کنکور رو عشق داره. بیا برو برگرد عشق. خیلی خوب، اینجا هم همینطور، اخلاق هم همینطور. مثلا 2 تا 3 تا تست داره، توی خداوند هم 2-3 تا تست داری، و در واقع شما اینجا میری. همیشه هم حماسه بچه ها، من حماسه ها رو یاد دادم بهتون، یعنی همیشه با این حماسه گزک میدن بچه ها. شما دیگه این حماسه رو یاد میگیری اینجا که بتونی تشخیص بدی که این 4 نوع زمینه حماسی رو من چجوری از تو بیت پیدا کنم، و اگر سوالش دادن خیلی خیلی راحت میتونی حلش کنی. همیشه توی یکی 2 تا از این گروه آزمایشی سوال حماسه میدن، نوع حماسه رو مشخص کنید و اینا، و خیلی سخت‌تر از کنکور دادم. اینطوری که تو اینو یاد بگیری که میگیری خیلی هم راحته، دیگه تست کنکور رو هوا میزنی و احتیاجی نیست اصلا تو اون ابیات حفظ کرده باشی. درسته. روش بهت دادم، حتی تو حماسه روش بهت دادم، یعنی گفتم آقا اینجوری حلش کن. یعنی حماسه رو میبینی، اگر خرق عادت این چیزا رو دیدی خرق عادته دیگه. حالا تو برو 1000 تا 10000 تا بیت فردوسی هم بیارن، سری میتونی بگی این خرق عادت داره یکی نداره. درسته. قبول روش یاد دادم، حفظ نکردیم. خب دستور زبان فارسی. آره. خب اینم 20% مرده کنکوره، یعنی واقعا بچه ها نمیتونه. بچه ها حسن دستور زبان فارسی رو دورا دور بلد بود. وقتی که اومدیم با هم کار کنیم، خدایش که میرسیدیم، وقتی تموم شد گفت مثلا همینا بود، گفتم آره. گفتش که حالا هم اونجا هم به وجد اومده، گفته تو دیویدی یادم گفت خدا شده اینا که خیلی آسونه که، گفتم حالا آسون شده کار نداریم، ولی نمره بیار ترین آسون ترین مبحثه در واقع ادبیات تو پکای ما دستور زبان فارسی. واقعا بچه‌ها تو دستور زبان انقدر قشنگ محسن آموزه. اولا برای من واقعا، من نسبت به دستور زبان خیلی فوبیا داشتم، با تو این فوبیا ریخت.
آیسا. و بچه باورتون نمیشه، یعنی خود محسن اصلا تعجب کرد، میگه تو چقدر پوشت خوبه، چون همیشه منو مسخره میکرد، میگه تو واقعا عمران فلان دانشگاه رو خوندی؟ نه بابا باورش نمیشه. ولی این دستور زمان شد قسمت رویایی من و خیلی عالی من. ببین نگاه میکرد اصلا بیزد تستو. واقعا خیلی جالبه. شما این سوالش که خیلی کار میگم جالبی کرده، از 12 تا 16 هستش. بله بله. درسته. خب حسن جان ببین، روشایی که ما اینجا به کار بردیم برای دستور زبان فارسی، مثلا ما اینجا حالا چند تا اسلاید برای چی بردیم گذاشتیم، ببین الگوهای ما منحصر به فرده، الگوها عالیه، مباحث پراکن. ما سه تا مبحث داریم تو دستور زبان فارسی دارسته. که قطعا ازش سوال میاد. بچه ها حتما نقشه دستوری، اهم از نقشه اصلی و نقشه تبعی و گروه اسمی و نوع جمله، این سه تا مبحث سه تا قسمت اول ماست به ترتیب، در واقع اون نقشه هاست، بعد نوع جمله است، بعد گروه اسمی. یعنی شما سه تا سوال دستور زبان فارسی قطعا از اینجا خواهید داشت. دو تا سوالی که از 4-5 تا مبحث میاد. انتخابی میاد، از 5-6 تا مبحث میاد که من اینا رو به صورت خیلی در واقع تجمیع شده و جالب و در زمان کم اینا رو یاد دادم که اگر بخواید برید اینها رو بخونید قطعا اون دو تا سوال هم حلش میکنید. یعنی خیلی روتینه، خیلی مشخصه، خیلی که برنامه چیه، دستبندی ساده تمام، حل تستای هر مبحث تو همون قسمت انجام شده و تستای زیادی حل کردیم و چشم بسته دیگه میری. یعنی مثلا اون داستان جعبه سیاه در واقع جمله تو نوع جمله که فعله فعل نشون میده، اصلا شما میگی مثلا گذشتیم، خب بعد فقط فعل مشخص میکنه که نوع جمله تو چه هستش. حتی اگر مثلا فاعل و مفعول مثلا توی یک جمله مشخص نباشه، یا مثلا شما نتونی بری چه میدونم مسند رو پیدا کنی، یا نتونی بری فلان کنی، مثلا فعل نام نهادن تو ببینی میدونی که آقا این فعل چهار جزئیه با مسند مفعوله، چون اونجا یاد گرفتی چه جوری اینو تشخیص بدی. احتیاج نداری فقط با جعبه سیاه یا فعل میری قشنگ همه داستانا رو پیدا می‌کنی اصلا. خیلی خب، سرعت و تسلط از کارهای ماست. تو بحث‌های شمارشی ها هم توی دستور زبان فارسی کار زیادی شده که بتونیم شمارشی ها رو خوب یاد بگیریم. بچه‌ها مشکل داشتن همیشه تو شمارشی ها، ولی ما هر چی که شمارشی بوده اونجا آوردیم و روشاشو گفتیم. ماندگاری هم که بچه‌ها طبق روشایی که من به کار بردم و نوع تدریس برای تو ذهن میمونه، مستقل هستش ولی به همه مباحث کمک می‌کنه. این مخصوصا تو قرابت خیلی کمک میکنه به ما. یه جایی مثلا فعل و فاعل و مفعول رو حداقل میتونیم ما بفهمیم که داستان چیه، نهاد کجاست و گزاره چیه و اینا، توی بیت خوندن مثلا خیلی کمک میکنه. میانگین زمان حل با حرف آخر 30 ثانیه. واقعا همه فکر میکردن که این مثلا سخت است. 30 ثانیه. خیلی خوب. برای نظام قدیم ها هم که حالا الان اینجا نمیدونم بیننده این فیلم میشن نظام قدیم ها یا نه، نه دیگه اینا بچه های اصلا بچه نظام جدید رو میخوام بدن، بچه های نظام قدیم هم میدونن واقعا برای اونا هم 30 ثانیه است. با سوالات تکواج واژه که خیلی برای خیلی سخت بوده، خیلی خوب. خب من فقط یه چیزی رو در مورد دستور زبان فارسی میخوام بهتون بگم. اینجا حسن جان همون برنامه هاست، اگر توضیح دارید بگید تا من بگم. فقط ببین مثلا همه قسمت ها باشه، انواع نقش های اصلی و تبعی. این یه سواله، ببین اون جینگولو من فعال کنم. خب این یه سواله، این یه سواله، این یه سواله، این یه سواله، قطعا یعنی این سه تا قطعا اول بچه ها هر کدوم یک سواله اینا حالا. ببین بچه ها اینم احتمال بسیار قوی یک سواله. بذار من رنگ این عوض کنم بچه ها ببینن، اینم یک سواله. قبوله؟ خب. ساختمان واژه، ولی ساختمان واژه یه مقداری بهش تو نظام جدید اهمیت کمتری میدن. احتمال داره اینا همشون با هم دیگه دو تا سوال بیاد ازشون. درسته. دو تا سوال. قبول حسن جان. تا اینجا اوکی. حالا این موضوع رو بگم بچه، این همون مثل قرابت. ببینید 163 دقیقه خود فیلم انواع نقش‌های اصلی و تبعی شده. ببینید چون موضوعیه که باید بذاری کامل ببینی، رشته ذهنت پراکنده میشه اگه تو وقت نذاری یک جا یاد بگیری. بله. برنامه هم جوری تنظیم کردم که متعارف و متعادل برات باشه، پس خواستم تایم بعضی از قسمت رو که میبینی زیاده، این خودش یه روانشناسی یادگیری پشتش هست که تو بعد برای این قسمت 3 ساعت و 10 دقیقه بذاری که به طور کامل یاد بگیری. اصلا نکته که میخوام بگم اینه، ببینید بچه همه بلدن اینا رو، این دستبندی ها رو بکنن. خب اتفاقی که میفته اینجا وقتی میخوام نقش رو یاد بدم، مثلا وقتی میخوام قید یاد بدم که کسی یاد نمیگه، از کلمه لاقید استفاده میکنم و اون روشی که برای یاد دادن قید استفاده میکنم اون منحصر به فرده. روشی که برای یاد دادن مفعول، روشی که برای پیدا کردن نهاد، مثلا میگم قطعا نهاد رو باید از روش نهادگذاری حلش کنم. درسته. مثلا زمانی که دارم در مورد مسند صحبت میکنم، میام میگم فعلی که تو فقط باش، یا اتفاقاتی که میفته، بچه‌ها اونجاست که تو یاد میگیری نقشه کجاست، نقشه تبعی رو من چه جوری پیدا کنم، اون نکته‌های ریزی که اونجا گفته میشه اوناست که باعث میشه تو دیگه نترسی از دستور زبان فارسی. ولی خب اینا واقعا ترسناکن،
یعنی واقعا همه نمیتونه حلش کنن، بعضی هم میتونه حلش کنن، ولی با ما همه 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 هر کی بیاد بگه من در حد ملک و هویج پخته ای کیو دارم، من قول میدم که اینا رو میتونه. آره جسارت نوجا گفت هر کی به خودش بگه، میگه من هویج پخته اینقدر ای کیو داره که من ندارم، میگم بازم میتونی اینا رو یاد بگیری. نوع جمله همینطور، گروه اسمی همینطور، مخصوصا تو گروه اسمی وابسته وابستهش که خیلی ساده است، همیشه یه سوال کنکور هست. قبول حسن جان دوست. توضیحات دیگه من در مورد ساختمان واژه، بچه اینو گذاشتم آخر، ساختمان واژه 30-40 اسلاید بیشتر نیستش، نگاه کنی حتما ولش نکنید، 120 دقیقه 2 ساعت وقت شما رو میگیره، احتمال بسیار قوی اگر اینو 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 و اینو حل کنی 4 تا سوال کن. ولی من میگم چرا آخه این سه تا خیلی سادن، 4-5 تا 60-70 دقیقه‌ای رو حل میکنی، کلا 2 تا سوال دیگه هم میزنی، خیلی اینا بی‌نهایت سادن، اینا آسان‌تر از اینان درسته. و خیلی ساده، ولشون نکنی، حتی این تحول معنایی نوشتاری نگو، ببین تو 97 اومده بوده، نگو اینا رو من ولش کن، هیچی نداره، یه بار من قول میدم حسن دیده تکرار اینقدر زیاده، یه بار شما حل میکنی اینو واقعا، فقط یه بار هم دم کنکور لازمه کتابکارتو فقط نگاه بررسی بکنی. آره. درسته واقعا، یعنی اصلا نترس، اصلا از دست تو زبان فارسی نترس. درست. خیلی خوب، لغت و املا حسن جان سال 1-6 کنکوره. آره دیگه. 24% 24% که این تصویرسازیایی که ما انجام دادیم، انیمیشن سازیایی که انجام دادیم و در واقع اون روشایی که برای 3 تا سوال املا گفتیم که خب بچه‌ها راحت حلش میکنن. نکته محسن اینو بهت بگم، املا وقتی که به صورت متن میاد و میگن تو این متن چند غلط املایی وجود داره، واقعا بچه‌ها دچار مشکل واقعا میکنن. یعنی اصلا بچه‌ها انقدر حرفه‌ای میشید، حسن یعنی همه رو جلو میزد، یعنی واقعا انگشت میذاشت روی این کلمه. یک انسان خیلی نه حالا از شوخی بگذاریم، ولی اصلا ادبیاتش خوب نبود، حسن یه مهندس حرفه‌ایه، حسن یه برنامه‌ریز بی‌نظیره، ولی حسن ادبیاتش خوب نبود. در پایان این پکیج واقعا ادبیاتش خوب شد، خدا شاهده. ما داشتیم میرفتیم یه بیت سخت بود، مثلا یه دفعه اصول معادله اونجا که داشت یاد میگیره پدر منو در بود، یعنی ببین میگه حسن ببین تو کاری کردی با من، هیچ کس با من، میگه حسن قلبم گرفت دست تو، میگه تو انقدی که تو منو هرس دادی، هیچ کس تو کره زمین به من انقدر هرس، ولی در پایان آرایه‌ها وقتی رفتیم سراغ قرابت یه اصول معادله بسیار فوق سنگین، یعنی هر کسی نمیفهمید اینو، این اصول معادلات این یکی فلانه، این که گفتم حسن لام از سر هم آرایه ها اینا رو میگفتی که اونجا داشتم یاد میگرفتم. خب حالا کار نداریم، ولی خب میگم یاد بگیری اما در بیزی. خیلی خب آقا، انیمیشن تصویری که تو لغت و املا هستش، بچه ها 3 تا سوال لغت هستش که ما دیگه اونا رو درس ندیم، چون وقت این کارا نیست دیگه، دونه دونه بیه لغت تشریح کنیم. اینو برای بچه ها بگیم با هم به چه تفاهم رسیدیم. من 2 تا روش بهتون یاد میدم، پیشنهاد خودم روش دومه. اولین روش اینه که شما برید کتاب درسی رو بردارید، لغات تهی کتابتون مال اون سالی که در واقع مربوط میشه به کنکور 99، یعنی کنکور 99 داری باید 97 و 98 و 99 رو ببینه دیگه، یعنی کتاب دهمش 97 اون یکی 98 اون یکی 99 درسته؟ قبوله. خیلی خب، بعد نگاه کنید، برید اون کتابا رو بردارید، کتاب خودتون آخر کتابو بخونید، بین 1 تا 2 تا سوال ازش تو کنکور میاد. درسته. و اونا خیلی ساده است دیگه، 2 تا سوال رو یکیشو از دست میدی. درسته. چون توی کنکور با شوخی ندارم. یه کتابکار من به دادم، دین اینا رو درآوردم. یعنی هر چیزی که لازم بوده من، یعنی ایمان این سوال رو درآوردم، آوردم بهت نشون دادم. یعنی هر چی که لازمه لغت من اونجا گفتم با تکرارهای خوب، و در پایان هر درسم 2 تا تست جوندار که تمام لغت‌های مهم درس رو که احتمال سوال داره بیاد توش هست. بماند که انتا تستم توی بیسازمون داریم. خب تو هر درسی در پایان اون کتاب کار اومدم 2 تا سوال حرفه‌ای گذاشتم. توی اونم بخونی 3 تا سوال لغت تو حرفه‌ای. که اصلا برنامه داری برای اون دیگه. من براشون توضیح بدم. ببین بچه شما 18 تا درس ادبیات دهم داری، 18 تا 11 داری، 18 تا 12. که دوتش درس آزاده؟ دوتش درس آزاده. آره میشه 16 تا. آره. ما کاری که برای شما انجام دادیم، گفتیم روزی 2 تا درس رو جزوه لغت آقا محسن رو مطالعه میکنی، و پایان هر درس هم اون 2 تا تستی که خیلی اهمیت داره، تست مادر مرجع است. بله. حل و
تحلیل و بررسی میکنی، نکته ای داره یادداشت میکنی برای خودت، زمانی ازش نمیگیره نهایتا مثلا یه ربع ده دقیقه یه ربع میخوام سه تستشو حفظ میکنه بعد چند روز، بعد 24 روز، یعنی ممکنه تو روزی یه ربع وقت بذاری بعد 24 روز تو به راحتی مسلط شدی که تازه دانش آموز میتونه تو پروژه 60 ما سه بار این کار رو انجام بده خودش، سه بار انجام بده با روز 15 دقیقه. سه تا سوال ببین، من یه چیزی بگم ها بچا، سه تا سوال ادبیات، سه تا 4 تا 12 درصد ادبیاته، من میخوام اینو که در مورد ادبیات بده، سه تست ادبیات یعنی 6 تست عربی و زبان از نظر و دو تست زیست. چرا زیست 12 ضریبش درسته ولی هر تستش 2 درصده، درسته ادبیات درسته ضریبش 4 ولی هر تستش 4 درصده، 4 تا 16 تا ضریب وزنی این یه تست زیست چقدره؟ دو تا تست زیست آره. ببین نگاه کن، گفتیم 12 تا، دو تا میشه 24 تا، 24 در مقابل 16 یعنی 3 تا تست ادبیات معادل میشه با دو تا تست زیست شناسی. این همه دو تا تست زیست ببین چقدر مهمه، سه تا تست لغت. بچه حتی از این یه دونه تست تاریخ ادبیات نگذرید، الان در موردش توضیح هم میدیم. خیلی خوب، رفع استرس. چرا رفع استرس؟ اولین سوال دفترچه کنکور تو لغت و املا. آره. خب وقتی که تو با انیمیشن یاد گرفته باشی با این روش هم که حسن گفتش، یعنی بتونی حرفه‌ای لغتاتو خوب یاد بگیری و واقعا تستا رو بزنی. در ضمن یه تیکه نیم ساعت هم من با آقای درویش یه نمایشی رفتیم در مورد یادگیری، این که چجوری شما لغتها رو در واقع دامهای لغتها رو یاد بگیرید و چجوری لغتها رو حلش کنید، که در واقع اونجا یه تیکه نمایشی خیلی خوبه. قبل از دیدن لغت شما املا رو که یاد گرفتی، با حسن ما کار کردیم و اینا، املا تموم شد، قبل از دیدن لغت اونو میبینید. نیم ساعت هم اونجا قلقا رو یاد میگیرن، بعد میرن سراغ کتابکار. بله قبوله. خیلی خوب، سرعت ماندگاری همه اینا داریم، کمک به قرابت و آرایه میکنه. بله لغت دیگه، لغت تو شعر خوندن به همه چی کمک میکنه. 30 ثانیه هم شما آره پاسخ بدید. چرا 30 ثانیه؟ یه دفعه میبینی که شما تو یه سوال 16 تا لغت ازت میخواد، خاطر اینه که 30 ثانیه و الا کاری نداره. ولی بعضی تستاش زیر 10 ثانیه حل میشه. حسن دیدی تستای املا رو؟ آره؟ تستای آره؟ املا یه دفعه با یه دونه کلمه مثل تقاص که ما توی انیمیشن میگیم تقاص و اون خیلی راحت یاد میگیره که با صاد هستش، تقاص رو با سین نوشته بوده، اون گفته کدوم بیت غلط دارد. درسته. اون یه دونه، فقط با یه دونه تقاص شما یه نگاه اینجوری میکنیم این تقاص اشتباه دیگه، سراغ اون لغت عجق عجق دیگه نمیری و میزنیش بره پی کارش. یعنی 5 ثانیه، 5 ثانیه با روش های انیمیشنی ما. خیلی خوب حسن جان، برنامه خب اینجا برنامهش بشه دیگه، براتون توضیح نمیدم چون یک دور من قراره بیام کتابکار رو براتون توضیح بدم. ببین مثلا موضوع اول تو جلسه اول لغت و املا چه؟ لغت های هماوای هی دو چش و هی جیمی. بله. تایمش 74 دقیقه اگه دقت بکنید دیگه تایم خیلی نرماله، پس اون قسمت هایی که بهت گفتیم یه جا وقت بذار به خاطر اینه مثلا موضوع... احتیاجی نداری چون آره. شما خودتون راحت می‌تونید. حالا ما خودمون بازم بیشتر براتون اومدیم چیکار کردیم، 16 دقیقه بیشتر در نظر گرفتیم. بله. اسلایدم که از اسلاید 1 تا 32 هست. اگه موافق باشید دیگه بچا اینو میدونم. ببین فقط یه نکته بگم بچا، وقتی لغت و املا رو باز میکنین اول منو حسن رو میبینید که این درس رو میدیم، بعد 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 این درس رو، یعنی آخرین لغت و انیمیشن میاد، بعد منو حسن شروع میکنیم رو لغت ها کار کردن و تسل کردن. و توی جلسه آخرم که 113 دقیقه است تمام تستای 97 و 6 و 8 و اینا همه رو حل میکنیم، همه رو حل میکنیم. یعنی میگم آقا تستی نیست که اینجا حل نکنم، که ببینی با این روش من تستی نیست که حل نشه. اینجا قدرت نمایی حرف آخره، مثلا من نه، قدرت نمایی حرف آخره که توی جلسه آخر تمام تستای املا رو من حل میکنم. اینجا میبینی، اینجا که میرسیم من و درویش نیم ساعت ضبط داریم با قرن پنجم هجری که خیلی جذابه، اونجا میرید سراغ لغتای کتاب دهم که حسن بهتون میگه که گفته، یعنی بله. که چه جوری شما روزی دو تا درس بخونید. رو بچه‌ها جزء فیلم نیست این، آره. دیگه من به کتاب شما همین الان گفتیم، من و محسن یک بار دیگه من بهتون میگم، شما روزی دو درس لغت رو بر اساس کتاب دهم بعد 11م بعد 12م شروع میکنین میبینید، هر درس دو تا دونه تست داره، شاید روزی 15 دقیقه وقت تو بگیره که به طور کامل لغت هم لوله کنی بره. خیلی خب حسن جان، تاریخ ادبیات جذاب ترین قسمتی که من حسن با هم دیگه در واقع کار کردیم، نزدیک 4 ساعت زمانش بچه ها و یه تست کنکور هم داره. اما ببینید یه وقتی هست ما میگیم 4 ساعت یه تست، آها 4 ساعت یه تست خیلی زیاده، نه این 4 ساعت یه باره. اتفاقا محسن یه بار هم وسط صحبت ها ببخشید، تاریخ ادبیات تو نظام قدیم 3 تست بود. آره. و 12 ساعت هم درس داده بودی. بعد بچه‌ها میگفتن حالا 3 تست وقت میذاشتن تو قسمت‌های دیگه هم، چون بچه‌ها حالا با ما کار نمی‌کردن، شاید یه عده‌ای مثلا دستور زبان رو به باد میدادن، آرایه هم نمی‌فهمیدن، میگفتن تاریخ ادبیات از دست ندیم.
الان داره شاموزو میگن یه تست بچه، یه تست خیلیه تو ادبیات، یه تست 4% خیلی مهمه بله. بعد تو 4 ساعت من دیدم، یعنی به صورت داستان محوری محسن وارد حافظه همیشگی تو حسن تستای 97 که کامل توش حل شده، این تا تست من آوردم تستای 98 اونجا. 98 97 که نداشتن آره. 98 کامل توش حل شده و این تا تست دیگه من آوردم که تمام مبحث رو پوشش میده. بعد واقعا یه باره چرا من اومدم مثلا استاد شفیع کتکنی رو اومدم از کتاب دهم، یازدهم، دوازدهم هر آنچه آثار داشته کنارم گذاشتم، از ته کتاب اعلام، یعنی اون جایی که شما اصلا فکرشو نمی‌کنید و سوال تاریخ ادبیات میاد از اونجاها، همه رو جمع کردم، کاری که دیگه تو نری بگردی تو این کتابتون کتابتون کتابت، اینجا یه دونه است، اونجا فلان، اینجا همه رو با داستان و شعر و در واقع لطیفه و چیزهای خیلی جذاب، یعنی فان فان لام هستم، اینو نگاه می‌کنی، یعنی من قول بهت میدم یه بار نگاه کنی، یه بار یه روز مونده به کنکور، فقط کتاب کارتو نیم ساعت، 45 دقیقه، یه ساعت، اصلا 2 ساعت درست. اون موقعی که میخوای استراحت کنی فقط کتاب کار رو یه نگاه کنی، این یه تست هم بهت میده و واقعا یه تست ادبیات یه دفعه میبینی مدل چند تا تست عربیه، دو تست عربیه مدل، واقعا دو تا تست زبان خیلی بهت کمک میده، خیلی کمک میده، خیلی خوب. سوال هفت کنکور همیشه این میاد، این همیشه که یه پارسال بوده فقط دیگه، داستانه عالی منحصر به فرد و در واقع حل تستا و بعد در واقع تو کتابکارم مشخص کردیم آثار منظوم و منصور چند و همه اینا رو یاد دادیم به بچه‌ها. بچه‌ها بعد این موضوعی دیگه ببخش می‌فرام، مثلا ببین یه جاهایی رو محسن در آورده بود تو تاریخ ادبیات که خیلی جالب بود، من ادعا میشه تاریخ ادبیات هم خوب بود استثنا، مثلا میگفت از این خطه یه تست محسن در آورده بود، میگفت این ممکنه طراح سوال بده بله. و خیلی دقت کنید بچه‌ها، چون این تاریخ ادبیات که بهتون میگم من واقعا کیف کردم، یعنی بعد از دست همه چی تو شد، همه چی رو کیف کردم، ولی تاریخ ادبیات واقعا نکات ریزی رو زیر 10 ثانیه، این 10 ثانیه رو من برای دیگه اون هویج پخته گفتم واقعا زیر 10 ثانیه تست کنکور امسال مثلا تو 98 یه تست بودش که با آقای در واقع شجاعی حل میشد و سید مهدی شجاعی دلسته. گفتیم اونجا گفته بودیم یه سید مهدی شجاعی هستش، چون سیده میگه کیو نجات میده، میره سانتا ماریا رو نجات میده، یعنی مریم مقدس، سنت و سید با هم یکیه، بچه‌هایی که سنت و سید رو یادشون مونده بود سری رفتن همون حرکت اول ردیف اولیا رو اومدن 3 تا رو زدن، فقط سید مهدی شجاعی سانتا ماریا به پاسخ رسید زیر 5 ثانیه، باور کن خیلی خوب. اصلا جنیدم که دهم و یازدهم دهم 109 دقیقه 130 دقیقه ما گفتیم در نظر بگی 21 دقیقه بد وقت، این اینا به خدا اضافیه آره. باور کن همین 109 دقیقه تو میبینی بعد 11 ببین، یعنی بیشترین فشار رو دهمه چون پیش نیازا گفته شده، بعد 11 77 دقیقه، 12 77 دقیقه و اینجاست که پرونده ادبیاتمون به طور کامل بسته میشه. من یه پیشنهاد دارم اصلا ببین، برنامه اصلا که خب همون که برنامه که اصلا میده طبق اون به تاریخ ادبیاتو بخونید، ولی هر وقتی هم حالا یه وقتی بچه‌ها می‌بینن یه تو این باکس‌های قطاری تکونای میدن، هر وقت حالت خراب بود برو تا یه خدا بزن نگاه کن، یعنی حالت خوب میشه به جان خدا. خیلی خوب، خب من اینم دیگه تا دوباره یه دیدار با تشکر توجه شما، موضوع می‌خوای رو اون بگی؟ نه یه آخرین موضوع رو بگم تو یکی دو دقیقه بچه‌ها. محسن تو خودت خیلی آدم مهربونی هستی، سلامت باشی، به خدا اینا رو حالا شاید فکر کنید بازی از القاب یا الفاظه، مثلا خیلی جالب بود من با محسن که ضبط داشتم یه دفعه دیدم 20 دقیقه داره با تلفن صحبت می‌کنه، گفتم بیا ضبطمون مونده، یه دانش آموزی از یه نقطه صفر مرزی تماس گرفته بود، میگفت که آقا من یه قسمتی تو برنامه ها مشکل دارم، یه قسمتی تو یادگیری مشکل دارم، میدونم چقدر با سیه صدر شروع میکرد محسن این قسمت رو توضیح میداد، بهش مشاوره میداد، گاهن تلفن رو به من میداد، یعنی یه همچین روحی لطیفی داره. گهگاه آره گهگاه گیر آره. نده بعد بازی با لغات نه بازی از لغات، بازی با لغات دوست دارم، حسن خیلی دوست دارم، این همچین روحی خیلی لطیفی داره، این نگاه به آقا محسن بکنی باطن و ظاهرش یکی، امروز هم میخواد کل پچه به من بده. حالا بماند یه موضوع اینجا هست، بعضیا از اسم تو سو استفاده میکنن، میگن محسن منتظری یه آدم خیره، اینو من دیدم تو فضای مجازی، خودش روش نشده، محصولات حرف آخر رو با 90% تخفیف گفته به ما اجازه داده که ما به شماها بدیم. ببینید اولا این کار قطعا از نظر شرعی و عرفی و قانونی حرام و غلط و اشتباهه، دوما من و آقا محسن که ایشون عبدالرضا منتظری، استاد عبدالرضا منتظری برادر بزرگ ایشونه، ما خودمون هم میخواییم فیلم بگیریم، به کارت بله. و به شماره حسابی که به نام عبدالرضا منتظری هست پول رو واریز میکنیم.
آموزن آیا شما چنین مجوزی دادی؟ آیا شما اصلا چنین اجازه میدی دانش آموز بیا محصولاتت استفاده کنه بعد که تو کنکور نتیجه گیره بیاد بگه آقا میشه منو حلال کنی؟ کاش که میشد، یعنی انقدر امکان وجود داشت. شما که میدونید نزدیک 2000 نفر آدم توی حرف آخر داره، حالا از کارمند و مشاور داره کار میکنه و اینها روزیشون و اون چیزی که در حقوقشون و همه اینا بستگی به این کار داره. درست. اصلا اگر من کیم که حالا اولا خیر باشم، من اصلا در اون لیاقت خودم رو نمیبینم، ولی حتی اگر من بخوام مثلا همچی تصمیم بگیرم بر چه اساسی؟ یعنی نونه یکی دیگر بردارم میام بدم یکی دیگه که چی بشه؟ خب این اتفاق نمیفته. در صورت ما در ایام مختلف تخفیف خیلی خوبی میزنیم، خب بچه ها مثلا میتونن از این تخفیف استفاده کنن. ولی یه مسئله هستش، من اینو میگم، ببین حالا من اصلا بحث کپی که واقعا حرامه، چون که این کپی باعث میشه که کسی که ما رو نمیتونه زمین بزنه غیر خدا، این که میدونیم. درسته. کسی که ما رو نمیتونه زمین بزنه، اینو بدونید. درسته. اونایی هم که نمیدونن بدونن. اینو بدونن. ولی سرعت کار ما رو میگیرید، اون علاقه و اشتیاق کار ما رو میگیرید. اگر کپی استفاده میکنی همین الان واقعا برو اون سیدی رو بشکن. من نمیگم که چیده، و خدا راهی رو باز میکنه همیشه. و اگر ما بخوایم یه کاری رو انجام بدیم، دیدید دیگه، مثلا اگر به شما بیان بگن آقا این ماشین بنز قیمتش 700 میلیونه، الان میخوایم 7 میلیون به شما بفروشیمش یا 5 میلیون به شما بفروشیمش، این آینده تو رو تغییر میده، فلان چیز فلان شغل، شما باید برای به دست آوردن این شغل 7 میلیون هزینه کنید. درسته. اصلا شما 7 میلیون اون وقت عبدالغرد یهودم باشه میره انجام میدید میکنی این کار رو، قبوله. من کار ندارم و من نمیخوام بگم چی ارزش کاره. خب یه جوری هستش که واقعا بالاست، در این حال هزینه های بسیار زیاد، هزینه هایی که بچه ها میدونن که در واقع ما توی تلویزیون هم میایم برنامه نیم ساعته 45 دقیقه میذاریم برای اینکه بچه هایی که اصلا واقعا نمیتونن هزینه کنم بیان اونجا برنامه رو یاد بگیرن. این اتفاقا داره میفته و هزینه های خودش رو افاخر میکنه و خیر خودش رو در جای دیگه داره نشون میده و همین تخفیفی که شما میبینید سود افاخر رو بعضی وقتا به صفر میرسونه. بله. ولی بله این کار رو انجام میده. اینی که از قول ما بیانی همچین حرفایی بزنن حسن جان، این دروغ، نسبت دروغ دادن گناهش دو برابره. یعنی یه کار اشتباهی رو که دانلود باشه یا در واقع کپی باشه انجام میدن، یه کار دروغی هم در واقع به این میبندن که ما به هیچ شما راضی نیستیم و مجموعه سرعتش کم میشه. تأکید میکنم غیر از خدا کسی نمیتونه ما رو زمین بزن. بله. سلام. مرسی محسن جان که امروز به هم وقت دادی. بذار من یه خسته یه روی ماهتو ببوسم عزیزم. واقعا بهت میگم خیلی کنارت بهم خوش گذشت، اینو قلبا بهت میگم. حالا هستیم ما ولی تو فیلم ها نیستیم. تو فیلم ها نیستیم. هر روز میشه همین. ایشالله که موفق باشید. مرسی که وقت گذاشتید بچه عزیز. مرسی که به ماها گوش کردید، ازتون ممنونیم. من براتون دعا میکنم که اون چیزی که براتون خیره و خوبه همیشه تو زندگیتون اتفاق بیفته. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یعنی خدایا من به آن چیزی که از خیر تو برای من میفرستی نیازمندم. خدا همیشه بگید خدا اون خیری که تو میخوای برام بفرستی من به اون نیاز دارم، و این اتفاق باعث میشه که مسائلی که حتی خارج از رادار ذهن شماست، یعنی رادار ذهن تو میگه این برای من خوبه، خدا یه وقتی یه چیزی میخواد برام بفرسته خیلی خفن تر از این. خدا چه کاری داری بگی من اینو میخوام؟ درسته. یه چیزایی که خیره برات و خیلی هم بهتر، معمولا چیزی هم که خدا میده چون اون عند بخشش و رحمته خیلی خفن تر از چیزیه که ما خودمون فکر میکنیم باید بهمون بده، خیلی بهتر میده. درود به همه شما، هیچ وقتی از رحمت خدا ناامید نباشید و مایوس نشید که بزرگترین گناه اینه. خدا نگهدارتون.